شگفتی، مرد جنگل. در قلب پرهیاهوی جنگل آفریده خدا هر یک سرودی در دل میخواندند. سرود ترس، سرود خش. مرد جنگل. جنگل و از دیار تمدن مردان حادثه جو دل آروم جنگل را غرق ماجرا ساختن. چه چیز را می جویند؟ طلا، الماس، حادثه و یا سکس؟ شیش را یه عده با لباسه یه عجب غریب دنن به محل ما نزدیک می شکل نمی کنم که اونا محل قارو بلد باشن. فعلا هیچ کس نباید بدون اطلاع من از قار خارج بشه. اگه محل ما رو پیدا کردن چی؟ اون وقت با تمام قدرت مبارزه می کنیم. الان کبابتون میکنیم، بعد به تیغ میکشیم، اون وقت گازتون میگیریم. این هر زبونی رو باز میکنه. اگه لال باشی زبونتون باز میشه، اون وقت میتونی به زبون سلیس آفریقایی حرف بزنیم. حالا هر چی زنی یا نه؟ بیچی یا نه دختر؟ با ورود یک زن، دنیای لطیف اما پر ازدحام جنگل شور تازه‌ای می‌یابد و داستان رنگ عشق به خود می‌گیرد. در مسیر آن زن، حوادث چاشنی عشق و عشق معجونی اضطراب‌آور می‌گردند. ستیز و جنگ، قوانین زایده شده جنگل دست در کار می‌شوند و قدرت به خدمت تجاوز در می‌آید. هر موجودی برای حفظ بقا به نابودی دیگری می‌کوشد. مرز حیوانات وحشی است. دنیای آروم مردی است با قدرت بسیار که جویندگان پول آرامشش را برهم می‌زنند. مرد جنگل. آدمیان با جنایات شرم‌آور خود دنیایی می‌سازند که حیوانات از مشاهده آن بر خود می‌لرزند و شرم سارند. مرد جنگل. مرد جنگل. داستانی که درخشندگان با قدرت سینمای فارسی از جان بخشیدن به آن بر خود بالیدند. هنرمندانی چون حبیبی در هیبتی جدید، سهیلا، لیلی، جمشید آریا، هایک، تقدسی، یدی، رضا بانکی، چنگیز، توفان، مرزبان، کمدین مستعد، شانسی و حبیب الله بلور. مرد جنگل رهاوردی است جدید که سینمای فارسی را برای نخستین بار با چنین داستانی مواجه می‌سازد. چه اتفاقی افتاد؟ اونا دیگه آنها خودشون مردن. باشه شما پرداخت موفق به تصور چشمگیرش را. مرد جنگلی با امید دیدار. مرد جنگل. سپاهی کوچک برای ایجاد هیجان در کنار کارگردان مبتکر و با ارزش سینما و کمال دانش به قلب جنگل‌های وحشی پای گذارد تا به داستان جدید و اضطراب‌آور جان بخشند. مرد الو عزیزم تویی؟ من سپر هستم، صدا ما نمیشنسی؟ دلم نایمد بدون این کسا خداحافظی کنم از تهران برم. آره هفته دیگه که اومدی بیروت همونجا عروسی میکنم. خب گیرم. قرار ما در بیروت. Thank you.
نگاه کن چه جوانای خوشگلی هست. کجا داره میرین حالا تشریف داشته باشی؟ با یه دقیقه بایدی تو با خودتون رو جادو کنی. واقعی نخیزه نمیشه. من نمیذارم تو به این مسافرت بری. اون آدمای خطرناکیه. اوه این ترن خرمشهر. من میخواستم برم مشهد. آخه واسه چی میخوای مرتی که رو تعقیب کنی ها؟ آخه چرا هر پلیس نمیشه؟ خش وا با اجازه ببخشید.
مثل این که ما اینجا مزاحمیم. بای بای. شما اینجایی؟ روز از نو، روزی از نو. بیا تو. بفرمایید چاکر برسونمتون به شهر. ولی من میخواستم برم بیروت. میخوایی بری به بیروت؟ به پای وقت اونجا عقرب نیشت نزنه. ما به نیش عقرب عادت داریم. خواسته منی نکن. بس بزن بریم. برو بریم. به بودا چقدر تنبلی تو. هی 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 سبرشه یله. زودتر.
دارن تعقیبمون میکنن. آره میدونستم. چیکار میکنی پله بود؟ نه ترس دارمه. خیلی خب جلاتو نگاه کن نیم پرسی. مزرد میخواییم. ببخشش آقا تشنه هم بذاشتم سیدی مخوی اینجا ره دستور اقرب دیگه خدا به خیر کن خدا به شوی ساعت کن چمدون من اونجوه حالا از عطر هیچ سیگاری انقدر گیج نشده بودم من دنبال نیمه دوم که میگردم نیمه دومش پیش منه نگاه کن جوف شد آره درسته دنبال من بیا سفر کجا بیام این دستور عقربه من تا ندونم کجا خیال داری منو ببری از اینجا یه قدم ور نمیدارم که اینطورم خب حالا میای یا نه؟ دیگه مجبورم آخه خوش ندارم نفلشم پس بیا بریم در رو واکن بینیم خوش آمدیم قربان برو پایین باز هم دیگر میبینیم یا نه؟ حتما عزیزم قربون تو به امید دیدار صبح بخیر، صبح بخیر اسم من سپهر سامانی براتون اتاق رزرو شده این چپاقم که اینجا الحمدلله که سلامت رسیدین اینجا بنده ایش من بلبل بلبله؟ آره بلبل تالا دیدی؟ چاکرتون حاضر و آماده است که تمام جاهای دیدنی و سراسنبای لبنان رو نشونتون بده و راهنماتون باشه قربون شما شما حتما تاجر هستین این یک کتاب راهنماست که تمام شرکت های بزرگ نه قربون دور ما رو خید بکش
پس حتما اومدین اینجا که تفریح کنین و خوش باشین. آره این یه مجنون افلاطونه با ذره تخمق، بریزین تو آب بخورین بهتون قوت میده. ایرونی احتیاج نداره. جون من یه دقیقه صبر کنین. یه نفر اینجاست که وقتی شما اومدین داره زاکسیاتونو چوب میزنه و شما رو میپاد. آره میدونم کیو میگی. اونجا نشسته چپق دود میکنه و روزنامه میخونه. الو لطفا شماره 55299 رو بدید. من الان تو هتل کورال بیچ هستم. همین الان رسیدم. تو راه به دو سه نفر از اونا برخوردم. با اینکه علامت تماس رو به اونا دادم و اونام تا اندازه‌ای به من اطمینان پیدا کردم، ولی خود عقرب رو هنوز نتونستم ببینم. هفتی رو غلاف کن جونی، این دفعه واقعا تنها اومدم. چجوری وارد اینجا شدی؟ اینها از در اومدم. راستش من رابطه تو با عقرب هستم، اسمم نجلا. خیلی خوشبختم، اسم منم سپهره. آره میدونستم، سپهر سامان. اون جنسا حاضره، ولی کیف سرکار که خالیه. ببینم پس پولا کجاست؟ پولا؟ پولا جای امن و امونی خوشگله. بگو کجا؟ جواب این سوال فقط به خود عقرب میتونم بدم. این حرف یعنی چی؟ یعنی این که چاکرم پولا رو باید تحویل خود عقرب بده، نه کس دیگه. گمانم تو دیوونه ای. از وقتی تو رو دیدم دیوونه شده. شوخی رو بذار کنار، من نمیتونم تو رو ببرم پیش او. نه؟ اینو جدی میگم، این تقاضای تو غیر ممکنه. آقا چرا؟ حتی خودم هم نمیدونم عقرب کجاست، حالا ندیدمش. پس این فرصتیه که تو خودت هم عقربو از نزدیک ببینی و باهاش آشنا بشی. اینطور نیست؟ نه این غیر ممکنه. هر کی تا حالا عقربو دیده مرده. نه ترسونم، قصه منو نخور. ما ایرونیا به این مفتیا نمیریم. اگه اون اجازه نده ببینیش چی؟ اون وقت معلوم میشه دیوونه است، چون نیم میلیون دلار از دست میده. اشکالی نداره، من پیغامتو به عقرب میرسونم. راستی یه کار دیگه هم داشتم. ها چیه؟ ممکنه خانم رابط امشب وقتشون با من قریب بگذارن. این رابط به این زودی‌ها از راه به در نمیره، بی این حرفا. ما عرب درش میبریم. لباسات بپوش جونی، ممکنه یه وقت سرما بخوری. بله. با اون مشتری که از تهران اومده چیکار کردی؟ حاضر نیست پولا رو تحویل بده، میخواد شخصا شو. جون تو خیلی گرفتارم،
خیلی خوب میام. چرا فرساد دنبال من؟ نکنه عراب در رفته؟ شاید کشتن. یا منم بیچاره عوض کسی دیگه کشته. شاید منظورشون من بودم. نمیدونم شاید. برو بالا. گوش کن نجلا، یه سوال ازت میکنم و دلم میخواد حقیقتشو بهم بگی. چی تو رو وادار کرده که یه همچین راهی تو زندگیت انتخاب کنی؟ باعث شده که تو با یه قاچاقچی همکاری بکنی؟ من هم کجا بلدی؟ سرکار کی باشی؟ من دو صفر هستم. مخلصتم جیمز باند. من هم دو صفر هستم. سلام فیلین. از تهران به ما خبر دادن که تو به جای سپهر وارد بیروت شدی. تو باید هرچی زودتر هویت اقرب رو کشف کنیم پیش از اون که اون بفهمه تو مأمور مخفی هستی. البته اون حضرت آقا میدونه تو کی هستی. اون در حقیقت محافظ توه. چاکرم چوپو. بای بای. بای بای. موش بخوره تو. متاسفم مثل که آقای سپهر سامان اینجا نیست. خیلی عجیبه. ممکنه بفرمایید یه تاکسی صدا بذارن که منو به هتل کورال بیچ برسونه؟ البته خانم. شمال بیا اینجا. با اجازه خانم. مرسی.
اجازه بدی؟ بای جایدین. با اجازه سلام عرض میکنم. بنده بلبلم. الان شنیدم که شما فرمودین نامزد آقای سپرسامان هستی. بله درست. اون دوست جونجونی منه. راستی. باور کنیم. و شنیدم که فرمودین یه اتاق چسبیده به اتاق اون میخواد. بله. اتاق آقای بلبل بغل اتاق آقای سامان. حاضرم اتاق ناقابلم و دربست بذارم در اختیارش. مرسی. فقط اجازه بدین اتاقمو از چمدون ببرم بیرون. یعنی چمدون از اتاق ببرم بیرون. لطفاً گذرنامه‌تون رو بدین. اوه وای، یاد داره بلبل داره میره بیرون. الان آبرون میره. بریم سر جا بابا. سلام. بنده همون بلبل هست. اتاق آقاتون هم اونجا. متشکر. قربونی شما. Maximum you can touch me, maximum you can squeeze me, maximum you can kiss me, but love you no, no. Maximum betrays me, maximum betrays me, maximum betrays me, but hepek la. قلبي انا كبير وبتوفي كبير بس انت خرجت راقصني وتاخدني مشاوير بس يمكن مرة بقربك اسمع دقة قلبك وتسأل اذا بحبك وقلك لا 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 Maximum you can squeeze me, maximum you can kiss me, but love you no, no. يمكن تمسك ايدي جن برقصة جديدة نضيع الدنيا بعيدي بس حبك لا لا قلبي انا كبير وبتعب كبير بس انت خرجت راقصني وتاخدني مشاوير يمكن مرة بقربك اسمع دقة قلبك وتسأل إذا بحبك وقلك لا لا وتسأل إذا بحبك وقلك لا 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 لا, لا. برو بخواب آقای بپا. خوش اومدی. نه کسر.
ذاتتون لعنت. قاتلا به این طفلکم رحم نکردن. حالا موردنش اینجا که منو متهم کنن. بذارین صاحبش خودش بیاد از من بگیره. نمی‌فهمم منظورتون چیه؟ مگه این مال سپهر سامان نیست؟ چرا؟ خواهش میکنم بهش بفرمایین که نامزدت منتظرته. چی گفتی؟ سرکار نامزد اون هستی؟ بله، همین دیروزم از تهران وارد بیروت شدم. اون الان کجا؟ راستش خانم یه کار خیلی مهمی داشت که مجبور شد از هتل بره بیرون. فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها برگرده. آره با اجازه. خب بچه بالاخره جمعمون جمع شد. من دیشب دالا میگردم این چیزتونه به مای چه ته بسر چرا جفتک میندازی؟ مگه من حرف بدی زدم؟ بای جایزه بذار یه نگاهی بهش بکنم. مردم هم بشه یخ همه بلکن. باز چیه ها پشدی اومدی سراغ اون دختره؟ جای این حرفو باید ازم تشکر کنی که دیشب از نامزدت پذیرایی کردم. از نامزدم؟ اوه آره ببینم تو اونو میشناسیش؟ پس چی که میشناسمش؟ اتاقمو واسه خاطر اون خالی کردم که شما بغل دست هم دیگه باشین. راستی بگو ببینم اون میدونه که من سپهر سامان هستم؟ چی داری میگی؟ مگه تو رو نمیشناسه؟ مگه نامزدش نیست؟ نه این دخترک نامزد من نیست. بگو تو بمیری؟ نکنه پس تو نامزده اون هستی؟ تو نمیری منم نامزده اون نیستم. اون نامزده یکی از دوستامه. خیلی بد شد. حالا نامزدش کجاست؟ یه روزی دیدش که داره با یه دختر دیگه عشق بازی میکنه کلشو برید. کلشو برید؟ تازه بعد از اون سیماش پاک قاطی شد سر سه نفر دیگرم. سر سه تا رو برید؟ بوم 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 سه
سر ست تو رو. من برده بودمش بیمارستان امراض روحی. حالا هر وقت منو میبینه خیال میکنه من نامزدشم. یعنی میخوای بگی بالاخونش خالیه؟ ها؟ آره خالیه. اصلا نمیدونم چطور شده که پاشده اومده اینجا. تو نمیدونی؟ نمیدونی واسه چی اومده؟ ببین بلبل، اگه تو یه جوری سرشو گرم کنی من ترتیب مسافرتش میدم و برش میگردونم تهران. من؟ ولی اگه سر منم برید خونم پای تو. باشه. بای! سر ست رو بریده؟ سلام آقای سامان. افراد عقرب به شما مشکوک بشن. بابا با دست خوش رئیس، من خیال کردم شما آدمای خود عقرب هستین. ما کجا عقرب کجا. قرارتون امروزه نه؟ امروز عقرب رو میبینین؟ بله درسته. ما همه جا مواظب شما هستیم چون میخوایم جون شما حفظ بشه. آه پس میدونین که محافظ کشته شده؟ ما از مرگ اون مرد پیپ بلب متاسفیم، همینطور دختر موطلایی. یعنی اون دختر موطلایی هم؟ بله همکار اون بود. ما میتونستیم بگردیم قاتل این دو محافظ شما را پیدا کنیم، ولی فعلا کارهای مهمتری در پیش هست. یه جریانی هست که باید به شما بگم. بله میدونیم، اطلاع داریم. موضوع پیدا شدن نامزد سپهر واقعی رو میدونیم. اونجا که الان مهمه اینه که محل و هویت عقرب رو کشف کنیم. میدونین چطور با ما تماس بگیریم؟ بله میدونم. اشخاصی مثل عقرب باید مجازات بشن چون حیثیت وطنشون رو لکه‌دار میکنن. چی کار میکنن اینا؟ چرا جیبمو دارن میزنن؟ برای رفع شبهه است. رفع شبهه است؟ چی رو رفع شبهه است؟ با امید دیدار. معذرت بخیر. موسیقی
بیاد. شما خوشو هنون با عجم ها در نیفتی کنند. طبق دستور شما رفتیم بیاریمش، ولی اون سواری یه تاکسی شد. ما تعقیبش کردیم تا رفت تو یه خرابو، از چشم ما پنهون شد. یه دو ساعت اون تو بود، بعد دوباره اومد بیرون. اصل قضیه اینه که من از هتل اومدم بیرون برم هواخوری، یه دفعه یه عده ریختن سرم، پولامو دزدیدن و بردن. به خود چخم نکن. آسو پاسه دیدی راست میگفت حوزی؟ دماغ سوخ؟ تم خیلی کلکی ها. من دستور دارم همین الان اونو ببرم پیش عقرب. سیگارت برسه. گله نداره. این لونه عقرب میمونه. سلام آقای سپرخان. تو کجا هستی آقای عقرب؟ من که نمیبینمت. ولی من تو رو میبینم. برای چی میخواستی به ملاقات من بیای؟ دستور دارم پولا رو تحویل خودت بدم. چرا؟ علتش چیه؟ هروئینایی که اون دفعه ازت گرفتیم تقلبی بود، خیلی قاطی داشت. خب، حالا دیدن من برای تو چه فایده داره؟ اون وقت دیگه مطمئن میشیم که به ما کلک نمیزنی رئیس، چون اگه بخوای باز جنس تقلبی تحویلمون بدی ما میتونیم در مقابل تو رو لوت بدیم. دو روز به من دو روز بهت مهلت بدم. باز چی؟ مگه هنوز جنس ها حاضر نیست آقای عقرب؟ چرا حاضره، ولی قبلا باید یه بسته بزرگ به اروپا بفرستیم، بعد از اون نوبت شما ها میرسه. خب بریم دیگه. با تو هم امشب دوباره تماس میگیریم نجمه. ای میسالو الان میشه چهار تا. بونسوار. بونسوار رحمت الله و قربونی شما. اجازه هست داره میز شما بشینم؟ بفرمایید. عجیبه، تا حالا نتونستم اونو ببینم. کیو؟ سپهر رو میگم، نام زدم. آه، انشالله میبینینش. خدای خودت به جوابی رو هم کن. میشه قاطی بگه موی وای گزلی که برداشت. الان سرمو پخ بخ میکنی. بده بانی. باور میکنی الان دو هفته تمومه که ندیدمش؟ کیو ندیدی؟ سپهر رو دیگه. سپهر؟ پس اونی که امروز صبح باهاتون بود کی بودش؟ اون یکی از دوستای نامزدم بود، یعنی راستش خودش اینطور میگفت.
بیخودی اگه ببینمش چی کارش میکنم میخورینش ایبا کجا داریم میریم بشینین غذاتونو بخورید سیر شدم تو خیر خیرم خوردم خدا حافظ خدا شفاش بده خیلی خوشگله ولی حفظ که این بالاش قرقاکیه یه دقیقه بیا پایین باز چی؟ ما که از عقرب خیری ندیدیم نکنه این دفعه میخوایی ما رو ببری پیش عقلی نه ترس عزیزم فقط میخوام یکی دو ساعت دنیا رو فراموش کنیم خواهش میکنم الاطاعت آره بگو خیلی خوب بهتر نیست دیگه برگردی به هتل به من بگو موضوع چیه نجمه چی شده که یهو داری عذرمو میخوای دلم نمیاد آخه سپهر اون خودش کجا اگه اجازه بدی همه چی رو واسات میگم بس دیگه بیشتر از این دروغ نگو تو امروز صبح گفتی اون اینجا سلام میگی رفته بود من خودت ای پیر باشو نگو کچلم تری به واسات میگم دیگه بالاخره مجبورم کردی روی زنده از خودم کنم منجه جونه بله چه شده سپر؟ بیلن قش کرده آخه باز حمله ای شده اتاقش همینجاست بیارش آره. بیارش بیا بدش من موازه باش نکنم نه بذار من بدمش به تو تو بدش به من یه خودم من بدمش به تو بیا باش سر کن دیگه اوی 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 ببری سر کن بابا آخ آی او خاکش کردم آی خودم هم خواهش شدم حیف که اینجوریه گوش کن بلبل جون میدونی من ازت یه خواهش کوچولو دارم نوکرتم بگو میخوام مواظب این باشی و نذاری امشب از اتاق بره بیرون تا من برم یه جایی و برگردم این کارو میکنی یش یعنی بله جاغل یعنی مرسی وای وای یعنی خدا بیز وای اون کجاست؟ کجا رفت اون دروگوی حاقبا؟ والا خانم بنده بی تفسیرم سپر جونت رفت گفت دوباره برمیگرده اون نامزده من سپر نیست یه دروگوی حاقباته بازد بکلش چرا یه جوش میاری خانم؟ تو چی داری میگی نامزدم به من قول داده بود که اینجا همدیگه رو ببینیم بعدم با هم بریم اروپا ولی نمیدونم اون کجاست و چی به من بذارین الان خود سپر میاد همه چی رو بازد روشن میکنه چون دفعه بهت بگم احمق جونی یارو نامزد من سپر نیست بلکه اسم اونو دزدیده فقط همین فقط همین اینه هاش نگاه کن نامزد من سپرین به یاد بود اولین شب آشنایی ما سپهر سامان پس منم خر کرده ای بی پدر به من گفت که تو دیوونه ای باید فوراً به پلیس خبر بدی واسه چی به پلیس؟ من خودم خانم جون یه پا جیمز باندم بفرما نگاه کن بلبل پلیس خصوصی به خنگ خب حالا چی کار باید کرد؟ اول بریم دنبال اون برو لباست بپوش باشه Thank you.
تاکسی. حالا تاکسی پیدا نمیشه. اونجا رو. شوفری بلدی؟ آره. پس بودو. بیا. هر جو کلیدی بخوای توی شهر. یلا. نمید باش دیگه انقدر فیس فیس نکن. وای خدا. وایسا تکون نخور. چی به تو گفتی اینجا؟ مجبور شدم اون هتل رو ترک کنم. باز چی چپ چپ نگاه میکنی؟ میگم مجبور شدم اون هتل رو ترک کنم دیگه. برای چی؟ برای اینکه حس کردم پلیس مواظب منه. اره تو ببین اینها قد دیگه که نشده. خیلی عجیبه. یه دفعه کجا قبیش زد؟ من نفهمیدم. باید برگردیم به هتل. شاید دوباره برگشته اونجا. چی شد؟ بهتنی؟ مزرد بخیم. سپر، تو چطور اومدی اینجا؟ بعد همه چی رو وسط میگم. خیلی خوب، بیا با من بریم. کجا بریم؟ همونطور که خودت خواستی دارم میبرمت پیش عقرب. خوش آمدی.
خوش آمدی آقای ساما. بالاخره منو مجبور کردی که هویت خودم و برای تو فاش کنم و این چیزیه که تا به حال در مورد هیچ کس نکردم. هیچ کس حالا نتونسته منو بشناسه. خب حالا پول کجاست؟ حاضره آقای اقرب. من که اونا رو همراهی تو نمیبینم. بگو ببینم کجاست؟ همینجاست. همش پیشمه. اینه ها. بفرم. نگاه اونا قلب و به شادی در بیاره. حالا کی منو مجبور میکنه؟ ها؟ کی منو مجبور میکنه که خودمو بهت معرفی کنم؟ در حالی که میتونم پولا رو بردارم و از شر تو خودمو خلاص کنم. آره میتونی رئیس، ولی مطمئن باش که باند ما تلافیش سر دنیاره. داری منو میترسونی بچی؟ آره؟ بله من کنی یلا کسم اونا داشتن اینجا جاسوسی میکردن. دستمو ول کن. ما نه جاسوسیم نه دوست. من اومدم این دروغگوی حقباز بشناسم. آقا اقرب جون این خودش علکی جای سپر سامان جا زده. من اصلا این دوتا رو نمیشناسم. هرچی دروغ گفتی بسه. زود باش حرف بزن. نام زده من سپر کجاست؟ ده بگو که این سه سر بری داره. چه تو چی هستی؟ پولیسی؟ آره؟ بگیرش، یلا بگیرش، یلا از من یکی نزدیک نشین. اگه درست کنم امور کنین خواهیتون میدونی چی کار میکنم. دستان رو ببندین، بندازینشون تو دریا. بایی خدا جون، مثل اینکه ما تو دریایی. چقدر آبش سرده، میترسم زکام بشه. بایی یکی بیا دماغ منو بگیره. واخ آب داره میاد بالا. برو پایین آب، برو پایین. اول من نجات بگیم. چطور شد که اومدی ما رو نجات دادی؟ من تو با اونا نیستی؟ حقیقتش اینه که نتونستم مرگ تو رو ببینم. فکر اینو نکردی که عقرب ازت انتقام میگیره؟ من دارم کباب میشم. بده کباب میشم.
بریم اون بر. بریم اون بر. کدوم بریم؟ اون بریم، اون بریم. بابا، شنا برهدی؟ برین جلو با کاشنشو، برین جلو، یلا بزنی پرک پر، یلا یلا وای یخ کردم. ببینم تو سردت نیست؟ نه. چته بلبل خیلی سردته. مثل اینکه یه صدایی میاد. چیزی نیست، صدای این آتش هاست. نترسی ها. حالا میترسم خودم بترسم. این اون پشتا داشت یک کارایی میکرد. اون مرد خوب و مهربونیه. فکر میکنم اومده اینجا که به ما کمک کنه. از دمشونو بستم به گلوله. همشون ریختم تو دریا. ای خاک بر سر. دیگه کلم میشه مره. اون کتو نگیر جلو آتیش. بابا اینا چرا همشون دعوا دارن؟ نزدیک بود هممونو به کشتن بدی. من میرم این دوره برای خود هیزم جمع کنم بیارم. صبر کن منم میام. بیا. مواظب باش. میدی. مگه جانور داری؟ مگه آزار داری؟ مثل اینجا حبسمون کرده ایم. اون در برق داره. چی شد؟ طوری شدی عزیزم؟ جو از شما معذرت میخوام، همه اینا تقصیر من شد. مانعی نداره. خیلی متاسفم نجلا، من باعث شدم تو هم زندگیت به خطر بیفته. ولی مطمئن باش اگه سالم از اینجا بیرون بریم، من سعی میکنم محکومیت تو رو تخفیف بدم. بزک نمیر به هر میاد، کم بوزه به خیار میاد. دارن جنسه رو با قایق میبرن تو کشتی، باید زودتر دست به کار شد. پاشو، ببین کسی اونجا نیست؟ خیلی خیر. نه خیر، کسی اینجا نیست. آو، اینجا میشکی نیست. چطور میخوای بکنی؟ حضوری موقوف. خب من فهمیدم. بیا اینو بگیر نجلا. برو اونجا. خب، همونجا خوبه. الو یک صفر نو. الو یک صفر نو. الو یک صفر نو. جواب بدید. الو یک صفر نو. الو، الو یک صفر نو. من صفر نو صفر مأمور مبارزه با قاچاق از تهران. باید فوراً عملیاتو شروع بکنید. چند بسته مواد مخدره به یک کشتی برده شده که به اروپا فرستاده بشه. پیامت رسید. صفر نو صفر. قد نکن. بگوش باش. با رئیس پلیس لبنان صحبت کن. الو صف نو صف. الو مأمور از تهران، الان کجا هستید؟ الان کجا هستید؟ بگوشم. در قلعه بلبوس، اونا ما رو زندانی کردن. بالاخره فهمیدین اقرب کیه؟
هویت رو کشف کردین؟ بگوشم. نه، ولی خود اونم همینجاست. اگه زودتر به جنبی ممکنه گیرش بیارین. همین الان را میفتیم. دارن حرکت میکنن. جال بلبل بینجا بینم. بیا. خیلی خوب. چه کار داری میکنه؟ اینو بهش میگن کلک مرغابی. چه کلک های بلدی تو؟ از اونجا بری کنار. خیلی خوب. نرفته بهش لقی. جلو از چهار طرف محاصرهشو کنید. زود بشین. یالا ببینم. شما هم برید طرف دریا. یالا ببینم.
ای نه، کسی داره فرار میکنه. آره آره. من عباس هستم. حالا دیگه عجله تو سیده.
تو این اجلا تو چطوری اومدی؟ من تو رو نگرفتم. وظیفه تو در لبنان تموم شد، حالا وظیفه من در تهران شروع میشه. یعنی تو حالا همکار من هستی شیطون؟ جناب علی 090 هستید، منم از حالا 290م. اوه پا یه صفر طلب من. Don't have it.